اولین خبر خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه بعد از انفجار در زندان اوین این بود. زندانیان هنگام فرار به روی مین رفتند. یک ساعت بعد ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشون داد صدای انفجار حاصل از پرتوبه‌هایی که به سوی اوین شلیک می‌شد. فارس بدون اشاره به انفجارها خبر مین رو تکذیب کرد. میزان هم از کشته شدن 4 زندانی و زخمی شدن 61 نفر خبر داد. اما سوال مهم، یک خبرگزاری امنیتی وابسته به اطلاعات که قطعاً به درون اوین لینک داره، چرا باید قبل از انتشار ویدیوهای مردمی دروغ بگه؟ انفجار مین منجر به کشته شدن زندانیان فراری شده؟ شما هم به یاد خبر خبرگزاری‌های حکومتی از تیر خوردن ده‌ها زندانی سیاسی موقع فرار از زندان در سال 67 افتادید؟ خبری که بعدها گندش در اومد که دروغ بوده و زندانیان تیروارون شدن. حالا ما موندیم و 40 زندانی که از بند سیاسی به مکان نامعلوم منتقل شدن و از بسیاری از اونها اطلاعی در دست نیست.